متولد 3 جولای 1863 در ایالت میشیگان آمریکا در خانواده کشاورز. پسری کنجکاو که هدیه گرفتن یک ساعت مچی از پدرش در نوجوانی جرقه ای شد برای اینکه در سن 15 سالگی با جمع‌آوری ده‌ها ساعت از دوستان و همسایه‌ها به عنوان هنری فورد تعمیرکار شناخته شود. اکنون بعد از گذشت یک قرن و نیم دنیا او را به عنوان کاپیتان صنعت و تجارت، مؤسس اتومبیل فورد و یکی از مؤثرترین‌ها در روند گسترش خط تولید انبوه و مونتاژ اتومبیل می‌شناسد. بعد از فوت مادرش که برای او تکان دهنده بود، علی‌رغم انتظار پدرش برای به عهده گرفتن کارهای مزرعه، او آنجا را ترک کرد و در دیترویت شاگرد مکانیکی شد. کمی بعدتر او به عنوان تعمیرکار موتورهای بخار در شرکت وستینگهاوس استخدام شد و در طول این مدت حسابداری را نیز آموخت. در سال 1888 او ازدواج کرد و 3 سال بعد به عنوان مهندس در شرکت ادیسون مشغول به کار شد. در همین حین فرزندش اتسل به دنیا آمد. او حالا مهندس ارشد شده بود و زمان و پول کافی داشت تا روی موتورهای بنزینی متمرکز شود. در سال 1896 او موفق به تکمیل وسیله نقلیه در حال ساختش با نام چهارچرخه فورد شد که توسط توماس ادیسون مورد تایید قرار گرفت. با تشویق‌های ادیسون او دومین وسیله نقلیه‌اش را نیز ساخت و در سال 1898 آن را تکمیل کرد. در 1901 با کمک هارولد ویلز موفق به طراحی و ساخت ماشینی با قدرت 26 اسب بخار شد. این موفقیت مورفی و سهامداران کمپانی دیترویت را بران داشت که در نوامبر همان سال کمپانی هنری فورد را بنا کنند و فورد به عنوان مهندس ارشد ادامه کار داد. اما وقتی مورفی شخصی به نام لیلاند را به عنوان مشاور به کمپانی آورد، فورد آنجا را ترک کرد و اسم کمپانی نیز کادیلاک شد. سپس فورد با تولید جدیدش که بیش از 80 اسب بخار توان داشت با مسابقات تام کوپر همکاری کرد و بعد با حمایت مالکومسون که از دلالان زغال سنگ دیترویت بود شراکتاً کمپانی فورد مالکومسون را ایجاد کردند. فورد قصد طراحی ماشینی گران قیمت را داشت، پس کارخانه ای را اجاره کردند و با ماشین فروشی برادران داج برای تامین بیش از 160 هزار دلار قطعه قرارداد بستند. هنگامی که برادران داج برای اولین محمولهشان درخواست پول کردند، بحرانی ایجاد شد و افراد دیگری به عنوان سهامدار به شرکت اضافه شدند. در جوان 1903 با هزینه 28 هزار دلاری نام کمپانی ادغام شد و به فورد موتور تغییر پیدا کرد. سپس فورد ماشینی ساخت که می توانست با سرعت 147 کیلومتر در ساعت روی یخ دریاچه حرکت کند و این سبب شهرت بیشتر فورد شد. در سال 1908 هم فورد مدل تی با قیمتی ارزان ساخته شد که فرمانش سمت چپ بود و علاوه بر رانندگی آسان با آن میشد راحت هم تعمیرش کرد. در سال 1914 تولید این ماشین از سالی 250 هزار تا فراتر رفت. در 1918 نیمی از ماشین‌های ایالات متحده فورد تی بودند و تا سال 1920 عمده آمریکایی‌ها رانندگی با مدل تی که عمدتاً مشکی بود را یاد گرفته بودند. فورد توانست با تبلیغات و ارتباطات مؤثر و قیمت مناسب سودی 100% داشته باشد و علاوه بر کمپانی فروشندگان هم با سود بالایی که نصیبشان می‌شد وضع مالیشان بهبود پیدا کرده بود. بعد از آن فورد در رقابت با جنرال موتور شروع به تغییر مدل ماشین‌های تولیدی کرد. زمانی که پسرش 25 ساله بود، مدیریت کمپانی را بر عهده گرفت، اما همچنان همه چیز تحت نظارت و سیاست فورد انجام می‌شد. او اعتقاد داشت برای داشتن بازدهی بالا، کاری را که 100 نفر از عهده‌اش برمی‌آیند را نباید به 300 نفر سپرد و باید بهترین کارگرها را حفظ کرد. همچنین او برای کنترل مسائل اخلاقی کارکنان 50 نفر را استخدام کرده بود و کسانی که از لحاظ اخلاقی مشکلی نداشتند، می‌توانستند بعد از 6 ماه در سهام کارخانه سهیم باشند. تغییرات عمده‌ای که فورد در تمدن سرمایه‌داری اروپا و آمریکا ایجاد کرد شامل تفکیک قطعی، استاندارد و تخصصی وظایف بنیادی، دستمزد بالا برای کارگرها و جذب نیروهای متخصص، تولید انبوه محصولات جذاب و با کیفیت بالا با قیمتی پایین آنچنان مؤثر بود که از آن به فوردیسم یاد می‌کنند. از دیدگاه هنری فورد کیفیت به معنی انجام درست کار بدون نظارت سایرین است. او انسانی صلح‌جو با درایت و در این حال ریسک پذیر بود.
او معتقد بود شکست در راه رسیدن به رویاها فرصتی است برای شروعی دوباره، اما شروعی هوشمندانه تر.